سرخط خبرها، ساله، مقاومت مصالحانه در برابر طالبان یک ضرورت است. نان، کار، آزادی، بن به زنان افغانستان، تسلیم نشوید. نقش تقویت صلح اتحاد شوروی در جهان اسلام. روزهای خوش آرام مردم افغانستان در راز و پدر معنوی طالبان کشته شد. امرالله صالح معاون رئیس جمهور فراری افغانستان میگوید تا اکنون هیچ یکی از بیانیه‌های صادر شده از سوی جهان بر لغو تصمیم ممنوعیت کار و آموزش زنان برای طالبان منطقی نبوده است. از این رو به گفته او مقاومت مصالحانه در برابر این گروه یک ضرورت است. امرالله صالح روز پنجشنبه با انتقاد از سیاست‌های غرب برای سفیدنمایی طالبان با لحن تمسخرآمیز گفته است لحن و اصطلاحات استفاده شده در برخی از اظهارات غربی‌ها هیبت الله رهبر طالبان را به عنوان فارغ التحصیل آکسفورد فرض می‌کند و می‌بیند که آیس‌های از حقانیه حمایت می‌کند. این در حالی است که به دنبال بسته شدن دره به دانشگاه‌ها برای دختران وزیر اقتصاد طالبان در فرمان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را ممنوع اعلام کرده است. با این حال شمار زیادی از سازمان‌های امدادرسان با انتقاد از این اقدام طالبان در مورد پیامدهای ناگوار اجتماعی و اقتصادی آن جار دادند. از سوی دیگر وزیران خارجه 12 کشور و نماینده اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک از طالبان خواستند که تصمیم توقف کار زنان در نهادهای غیر دولتی را به گونه فوری لغو کنند. نان، کار، آزادی، بنت به زنان افغانستان، تسلیم نشوید. در ادامه واکنش ها به دستورهای تازه طالبان در زمینه ممنوعیت کار و تحصیل زنان، گزارشگر ویژه سازمان ملل از زنان افغانستان خواسته است که تسلیم نشوند. ریچارد بن ناوقت روز پنجشنبه ممنوعیت کار و تحصیل زنان از سوی طالبان را نقض شدید حقوق بشری خوانده است. بن افزوده است ما به حق شما برای کار و یادگیری به عنوان انسانهای برابر اعتقاد داریم. لطفاً تسلیم نشوید. ما هم نمیشویم. گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان این اظهارات را همراه با هشتگ نان، کار، آزادی و در تویترش مطرح کرده است. در همین حال رینو امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان در دیدار با سمیه اردوغان همسر رئیس جمهور ترکیه در مورد زنان افغانستان گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف بر حفظ روابط با طالبان برای بازگرداندن حقوق اساسی زنان و دختران تاکید کردند. طالبان سه شنبه هفته گذشته دستور ممنوعیت تحصیل زنان و اوایل هفته جاری دستور ممنوعیت کار آنان در موسسات داخلی و خارجی را صادر کردند. این اظهارات اسای گزارشگران سازمان ملل در حال مطرح شده است که زنان افغانستان از شیوه تعامل این سازمان با طالبان به شدت انتقاد میکنند. ولسوال طالبان برای ولسوالی زندجان هرات با دو محافظش در یک رویدار ترافیکی جان باخت. در نتیجه یک رویدار ترافیکی در هرات، ولسوال طالبان برای ولسوالی زندجان این ولایت همراه با دو محافظش کشته شد. این رویداد حوالی ساعت 12:35 شنبه در منطقه فلکپل هاشمی ولسوالی زندجان رخ داد. در نتیجه این رویداد مولوی اسدالله وارث ولسوال طالبان برای ولسوالی زندجان هرات و دو محافظش جان باخته است. همچنان در این رویداد دو تن دیگر از نیروهای طالبان زخمی شدند. این در حالی است که پیش از این نیز چندین فرمانده طالبان در پی رویدادهای ترافیکی در هرات جان باخته بودند. آخرین رویداد از این دست به تاریخ 11 قوس در شهرهای هرات و قندهار رخ داد که در نتیجه آن 4 جنگجوی طالبان کشته شدند. همچنان پدر معنوی طالبان مولانا عزیزالله در باجور پاکستان صبح امروز ترور شد. نقل شده از خبرگزاری دربند. نقش تقویت صلح اتحاد شوروی در جهان اسلام. اسماعیل بردیف رئیس مرکز هماهنگی مسلمانان قفقاز شمالی اظهار داشت که اتحاد جماهیر شوروی یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان بود که برای تقویت صلح با جهان عرب اسلام زیاد تلاش نمود و بنابراین مردم شوروی باید به تاریخ کشور خود افتخار کنند. با گزارش اسپوتنیک او میگوید کسانی که در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمدند و بزرگ شدند باید به تاریخ کشور خود افتخار کنند. اتحاد جماهیر شوروی به کشورهای آفریقایی پس از رفع یوغ استعماری کشورهای غربی توسط آنها کمک کرد و همچنین کشورهای خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین را از نظر سیاسی و اقتصادی مورد حمایت خود قرار داد. حضور اتحاد جماهیر شوروی در سراسر جهان یک ضرورت ژئوپلیتیکی بود.
به گفته رئیس مرکز هماهنگی مسلمانان قفقاز شمالی، چیزهای خوب در اتحاد جماهیر شوروی بیشتر از چیزهای بد بود و ای خاطر نشان کرد در زمان شوروی مردم از نظر اجتماعی محافظت می‌شدند و به آینده خود اطمینان داشتند و جامعه به غنی و فقیر تقسیم نمی‌شد. بنابراین امروز باید آنچه را که انسان بودن را به ما می‌آموزد از تاریخ خود بگیریم. مثلا بهترین نمونه‌های اتحاد و برادری و دوری از تفرقه بر اساس خطوط ملی یا مذهبی را در نظر بگیریم و به هیچ وجه نباید کشور خود و در این جا در این حالت اتحاد شوروی را سرزنش کرد. این مثل این است که خود را مورد سرزنش و دشنام قرار دهیم. امارت جل: طالبان افغانستان را به تبایی کامل سوق می‌دهند. ادامه‌اش: امیر طالبان با روی دست گرفتن سیاست حذف زنان از هم عرصه‌های زندگی افغانستان را به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده به سوی بدبختی، بیچارگی، فقر مطلق، جهالت و تبایی سوق می‌دهند. جنگ‌های 40 سال پسین که این گروه مسئولیت 26 سال آن را بر عهده دارند، از میان زنان قربانی‌های زیاد گرفتند. همین اکنون ده‌ها هزار زن در افغانستان تنها نانآور خانواده‌هایشان هستند که شوهرانشان توسط این گروه کشته و معیوب شدند. عدم اجازه کار به این زنان این خانواده ها را به فقر و ناداری مطلق سوق می دهند و فرزندان آنها را با اینده وحشتناک مواجه می سازد. علاوه بر آن، ممنوعیت آموزش دختران، بیسوادی، فقر، مهاجرت و بدبختی را در میان مردم افغانستان به ویژه زنان افزایش می دهد. ممنوعیت آموزش دختران و تربیت و پرورش نسل کنونی و همچنان نسل های آینده را به چالش می کشد و تجارب و پژوهش های گسترده در جهان نشان می دهد که زنان باسواد در تربیت و پرورش فرزندانشان نقش خیلی مثبت و سازنده بازی کردند و این امر روی تعالی رفاه و امنیت جامعه خیلی تاثیرگذار بوده است. از همین رو است که آموزش زنان در مقایسه با مردان خیلی مهم و تاثیرگذار است. سرمایه گذاری روی آموزش زنان در مقایسه با مردان بازی مادی و معنایی بیشتری دارد. از این رو می توان گفت که حذف سیستماتیک زنان از هم عرصه‌ها افغانستان را به سوی آینده بشدت تاریک سوق داده و مردم و کشور را به تبایی، فقر، بیچارگی، درماندگی و مهاجرت‌های اجباری می کشاند. در حالی که این همه اقدام این گروه ریشه در تفکر افراطی این گروه و حمایت استخبارات منطقه و شبکه تروریستی القاعده از این گروه دارد، آنچه مایه نگرانی جدی و تأسف مردم افغانستان است، تداوم تعامل و تأکید بر تعامل با این گروه از جانب جامعه جهانی است. تعامل ننگینی که هزینه سنگین آن را مردم افغانستان به ویژه زنان رنجیده و بیچاره می‌پردازند. در اخیر زنان شجاع و به حمایت افغانستان باور دارند که هر نوع تعامل با این گروه زیر عنوان رعایت حقوق زنان، در حالی که فکر، دید و اراده طالبان نسبت به جایگاه انسانی زنان اساساً هیچ تغییری نکرده است، در حقیقت به مثابه جفا و مایه ننگین است که با یک گروه وحشی و جنایتکار حاکم بر سرنوشت ده‌ها میلیون انسان صورت گیرد. در یک هفته گذشته این گروه محدودیت‌های جاهلانه‌ای را بر دختران و زنان افغانستان وضع کردند، اقدامی که کشورهای این گروه مانند قطر، پاکستان، ایران و عربستان سعودی را نیز ظاهراً متعجب ساخته است. طالبان در هفته گذشته دختران را از رفتن به دانشگاه‌ها و کورس‌های آموزشی منع کرده است. سپس در یک اقدام جاهلانه دیگر زنان را از کار کردن در دفاتر و مؤسسات داخلی و خارجی منع کرده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها و مهم‌ترین‌ها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش.